در برنامه هفته پیش که درباره اندازه‌گیری فاصله اختران بود، تاریخچه کوتاهی از کوشش‌های انسان در طول صده‌ها برای یافتن فاصله‌های اختری به دست دادم. تا به اینجا رسیدیم که اخترشناسان نپایشگاه پاریس در صده 17 با بکار بردن پدیده دیدگشت پارالاکس یا اختلاف منظر توانستند با نپایش‌هایی که از دو نقطه دور از هم کره زمین به طور همزمان انجام دادن، از پاریس و از کین در آمریکای جنوبی فاصله سیاره بهرام یا مریخ را به دست آورند و پس از آن با بکار بردن قانون سوم کپلر فاصله زمین تا خورشید را حساب کنند. این نخستین باری بود که انسان با اندازه‌های واقعی راجمان خورشیدی روبرو می‌شد. بعدها در صده 18 اخترشناسان با نپاهش گذر ناهید یا زهره از جلوی قرص خورشید توانستند با بکار بردن دیدگشت بار دیگر و به روش دیگر فاصله خورشید را تعیین کنند. پس از آترمش تعیین اندازه‌ها و فاصله‌ها در راجمان خورشیدی، اخترشناسان به دنبال آن برآمدند که فاصله ستارگان را هم از راه دیدگشت بیابند. در اون موقع هنوز آگاهی درستی از ماهیت ستارگان نداشتیم. چنان که گفتم، ستارگان چنان دورند که دیگر نپاهش از دو نقطه گوناگون سطح زمین، هرچند هم که این دو نقطه از هم دور باشند، برای اندازه‌گیری دیدگشت ستارگان کافی نیست. دورترین فاصله میان دو نقطه از سطح زمین که خط راستی آنها را به هم وصل می‌کند 12800 کیلومتر است که برای اندازه‌گیری دیدگشت ستارگان بسیار کوچک است. 12800 کیلومتر طول قطر زمین است، نه نیمی از پیرامون آن. یعنی آنچه در اندازه‌گیری دیدگشت مهم است و تری است که آن دو نقطه را به هم می‌پیوندد. مثلا فاصله میان پاریس و کین در روی سطح زمین، چنان که گفتم، در حدود 7000 کیلومتر است، ولی وتری که آن دو شهر را مستقیم به هم وصل می کند در حدود 3700 کیلومتر است و این فاصله است که در اندازه‌گیری دیدگشت به کار می رود. تفاوت این دو عدد به سبب خمیدگی سطح زمین است. از آنجا که زمین در مداری به گرد خورشید می گردد، می توان قطر این مدار را که در حدود 300000 کیلومتر است، یعنی بیش از 20 برابر قطر زمین، برای یافتن دیدگشت ستارگان به کار برد. مثلا اگر بخواهید دیدگشت ستاره معینی را بیاترمید تعیین کنید، امشب جای آن ستاره را نسبت به ستارگان زمینه، یعنی ستارگانی که پیرامون آن دیده می شوند، تعیین کنید و 6 ماه بعد دوباره همین کار را انجام دهید. در مدت این 6 ماه زمین در مدارش حرکت کرده و 300 میلیون کیلومتر جایش را تغییر داده است. اگر آن ستاره بسیار دور نباشد، جای ظاهریش نسبت به ستارگان پیرامون که باید دورتر باشند تغییر می کند و از مقایسه این نپاهش با نپاهش 6 ماه پیش می توان زاویه جابجایی یا دیدگشت آن ستاره را به دست آورد و فاصله ستاره را آترمید. البته گفتنش آسان است، ولی یافتن دیدگشت ستارگان دشواری های بسیار دارد. دیدگشت نزدیکترین ستاره به زمین کمتر از 1 ثانیه زاویه است، حالان که توان واگشوده چشم در حدود 30 ثانیه است. این ستاره که ستاره همسایه نامیده می شود، در فاصله 4.2 سال نوری از ما قرار دارد و از نیمکره جنوبی می توان آن را دید. 265000 بار از خورشید دورتر است. پیش از آن که ادامه دهم، این را بگویم که اخترشناسان در متن‌های ویژسته تخصصی از یکا یا واحد سال نوری استفاده نمی کنند. به جای آن یکای پارسک را به کار میبرند. پارسک فاصله است که اگر از آنجا به کره زمین نگاه کنیم، شعاع مدار زمین را با زاویه 1 ثانیه میبینیم. هر پارسک 3.1
26 سال نوری است. اخترشناسان نزدیک به دو سده پس از اختراع تلسکوپ کوشش ها کردند تا دیدگشت ستارگان را به دست آورند. نخستین کسی که به اندازه‌گیری دیدگشت ستارگان کامیاب شد اخترشناس و ریاضیدان آلمانی فریدریش بسل بود در سال 1838. بسل پس از ده‌ها سال نپاهش ستاره‌ای به نام 61 ماکیان توانست دیدگشت آن را به دست آورد که میشد 0.3 ثانیه، عدد پرسونتر امروزی 0.287 ثانیه است که برابر است با فاصله 11 سال نوری از زمین. از کره زمین تنها دیدگشت ستارگان نسبتا نزدیک را میتوان آترمید. اگر این کار را با تلسکوپی که در ماهواره بیرون از جو زمین قرار دارد و مجهز به اپتیک پیشرفته است بکنیم میتوان زاویه های کوچکتری را اندازه گرفت. از این رو آژانس فضایی اروپا در سال 1989 ماهواره‌ای را به نام هیپارکوس به مدار زمین فرستاد. در مدت 4 سالی که نپاهید توانست دیدگشت نزدیک به 120 هزار ستاره را اندازه بگیرد. هر ستاره را صدها بار نپاهید به طوری که پرسونش دقت اندازه‌گیری 1/1000 ثانیه زاویه‌ای بود. دورترین ستارگانی که فاصله شان را به دست آورد 300 سال نوری از زمین دورند. باز هم سازمان فضای اروپا در سال 2013 تلسکوپ بزرگتر و پیشرفته تری را به مدار زمین فرستاد. این پروژه که گایا نام دارد می تواند دیدگشت ستارگان بسیار کم نورتر را به دست آورد. همکنون گایا به نپاهش های خود در مدار زمین ادامه می دهد و توانسته است فاصله 1 میلیارد ستاره را تا فاصله 30 هزار سال نوری، یعنی تا مرکز کهکشان راه شیری ما به دست آورد. پس می بینید که با بکار بردن ماهواره می توان فاصله های تا در حدود 30-40 هزار سال نوری را از راه دیدگشت اندازه گرفت. اینها فاصله های درون کهکشان ما هستند. یعنی نمی توان با این روش دیدگشت فاصله کهکشان ها را که میلیون ها سال نوری از ما دورند به دست آورد. در سال 1908 اخترشناس آمریکایی هنریتا لویت که بانویی بود در یکی از کهکشان‌های همسایه ما که ابر کوچک ماجلان نام دارد نوع ویژه‌ای ستاره متغیر کشف کرد. پیش از آنکه ادامه دهم باید اشاره کنم که نباید پنداشت که فیزیک و اخترشناسی و دیگر دانش‌های نوین را تنها مردان پدید آوردند. زنان بزرگی در این رشته به این رشته‌ها دستاوردهای بزرگی داشتند و همکنون زنان دوش به دوش مردان و گاهی پیشتر از آنان دانش‌ها را به پیش می‌برند. هنریتا لویت یکی از این زنان است. البته ستارگان متغیر یعنی ستارگانی که تابندگی خود را کم و زیاد می‌کنند گونه‌های بسیار دارند، ولی آنچه هنریتا لویت کشف کرد گونه بسیار ویژه‌ای است که به آن کفئید می‌گویند. تغییر تابندگی این گونه ستاره از آنجاست که پیکر ستاره همواره در تپش است، منبسط و منقبض می شود و بر اثر این پدیده نور آن با ریتم ویژه‌ای کم و زیاد می شود. سالها پژوهش لازم بود تا اخترفیزیکدان دریابند که تغییر تابندگی مطلق ستارگان کفئید بر اثر تپش پیکر آنهاست و این تغییر تابندگی نسبت مستقیم دارد با دوره تپش آنها. به سخنی دیگر هرچه تابندگی ستاره بیشتر باشد دوره تپش آن درازتر است، هرچه تابندگی کمتر باشد ستاره تندتر میتپد و در نتیجه دوره تپش آن کوتاه‌تر است. پس میتوان دوره تپش را از نپاهش نور ستاره به دست آورد و چون این دوره تابع تابندگی مطلق ستاره است میتوان از این راه تابندگی را به دست آورد. مقایسه این تابندگی مطلق با درخشندگی ظاهری ستاره فاصله ستاره را به دست میدهد. با بکار بردن این روش بود که اخترشناس آمریکایی ادوین هابل در سال 1969
در سال 1925 فاصله کهکشان آندرومدا را اندازه گرفت 2 میلیون سال نوری و نشان داد که این براخت ابژه بیرون از کهکشان ما قرار دارد و برای خود کهکشانی است ساخته شده از صدها میلیارد ستاره. این به یکی از بزرگترین پرسش‌های کیهانشناسی آغاز صدی 20 پاسخ داد که پی بردن به چیستی آندرومدا بود. با بکار بردن ستارگان کفه‌ای میتوان از زمین فاصله ها را تا 15 میلیون سال نوری آترمید. اگر این کار را با کمک ماهواره‌ای در مدار زمین کنیم مانند تلسکوپ فضایی هابل میتوان به فاصله های بیشتر 100 میلیون سال نوری دست یافت. برای فاصله های دورتر چه؟ ستارگانی هستند که با آنها ابرنو اختر سوپرنووا میگوییم. این ستارگان منفجر میشوند و چنان انرژی شگرفی از خود بیرون میدهند و آن اندازه تابان میشوند که از فاصله های بسیار دور کیهانی میتوان آنها را دید. تابندگی آنها یک باره در مدت 1 دقیقه به اندازه‌ی تابندگی میلیاردها ستاره کهکشان میشود. انرژی که این نوع از ابرنو اخترها آزاد میکنند همیشه ثابت است، کم و زیاد نمیشود. پس چون اندازه مطلق انرژی آنها را میدانیم میتوانیم فاصله آنها را و فاصله کهکشانی را که آنها در آن قرار دارند به دست آوریم. مثالی بزنیم، اگر زرافه ای را از دور در بیابانی ببینید می توانید فاصله آن را حساب کنید، چون بلندی زرافه به طور میانگین 5.5 متر است. کافی است زاویه ای را که با آن زرافه را می بینید اندازه بگیرید، چون با داشتن این عدد 5.5 متر می توانید فاصله زرافه را به دست آورید. در مورد ابرنواخترها با زاویه سر کار نداریم، با انرژی روبرو هستیم و مقصودم این است که این انرژی تقریبا همیشه یکسان است. با بکار بردن ابرنو اخترها می توان فاصله های کیهانی تا بیش از 10 میلیارد سال نوری را به دست آورد. یعنی به بیگ بنگ که در حدود 13 میلیارد سال پیش روی داده نزدیک شد. بد نیست بدانید که در سال 1999 اختر فیزیکدانان پی بردند که دورترین ابرنو اخترها نزارتر یا ضعیفتر از آن چیزی هستند که نظریه انبساط یک نواخت گیتی پیش بینی می کند. سرانجام به این نتیجه رسیدن که گیتی باید در فاصله های دور با سرعت بیشتری انبساط یابد و هرچه فاصله ها بیشتر باشند انبساط شتابانتر است. یکی دیگر از روش های اندازه‌گیری فاصله به کار بردن پدیده دوپلر است که پدیده های موجی دست خوش آن می شوند. همه با پدیده دوپلر در موج‌های صدا آشنا هستند. وقتی خودروی بوق زنان به شما نزدیک می‌شود، صدای بوقان زیر می‌شود و وقتی دور می‌شود، صدا مم می‌گردد. سبب این است که هنگام نزدیک شدن موج‌ها کوتاه‌تر می‌شوند و هنگام دور شدن اندازه موج‌ها بزرگتر می‌شود. نور هم از این پدیده پیروی می‌کند. اگر با بیناب نگار بیناب یا طیف ستاره یا کهکشانی را به دست آوریم می‌بینیم که در آن تعدادی خط بینابی وجود دارند که نشان دهنده عنصرهای شیمیایی آن ستاره یا کهکشانند. اگر ستاره یا کهکشان در حال حرکت به سوی ما باشد، خط‌های بیناب آن به سوی طول موج‌های کوتاه‌تر جابجا می‌شوند. اگر از ما دور شود، خطها به سوی طول موج‌های بزرگتر یعنی به سوی ناحیه سرخ رنگ بیناب جابجا می‌شوند. این پدیده را در انگلیسی رد شیفت، در فارسی سرخ کیب می‌گوییم. کیب در ادبیات فارسی به همان معنای شیفت در انگلیسی است، یعنی جابجایی. تقریبا همه کهکشان‌ها از ما دور می‌شوند و با اندازه‌گیری سرخکیب آنها میتوان فاصله‌شون را تعیین کرد و با این روش بود که ادوین هابل در سال 1929 پی برد که گیتی در حال انبساط است. وقت ما به پایان رسید. روش‌های دیگری برای یافتن فاصله وجود دارند که اختر فیزیکدانان به کار می‌برند.
ولی گفتن آنها در این وقت کوتاه شدنی نیست، زیرا ویژسته تخصصی هستند و دریافت آنها به مقداری دانش اختر فیزیک نیاز دارد. هدف من از این گفتار دادن دیدی کلی به همگان با زبانی ساده بود.